بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و امین. اللهم صل علی محمد و آل محمد حتی لا یبقا من صلاتک شیء و ارحم محمد و آل محمد حتی لا یبقا من رحمتک شیء و بارک علی محمد و آل محمد حتی لا یبقا من البرکات شیء و سلم علی محمد و آل محمد حتی لا یبقا من السلام شیء. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی و با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده مهمان لحظات شما خوبان هستیم و بسیار مفتخریم که بر رسم سه‌شنبه شبها باز هم توفیق حاصل شد تا در کنار شما خوبان در محضر سرور عزیزمان باشیم، حجت الاسلام و المسلمین آقای رسولی. از طرف خودم و به نیابت از شما عزیزان سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید. درود خداوند بر شما، انشاءالله که موفق و پیروز باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فلجهم. بینندگان عزیز و همراهان همیشگی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، موفق و پیروز و مثل همیشه ما را از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. در خدمتتون هستیم. خوب هستید؟ الحمدلله. سلام ان شاء الله که در ایام خاصی که قرار گرفتیم در ماه حرام و در به خصوص در ده شب شریفی که قرار داریم که حالا اعمال و نمازهای مخصوص هم داره، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید انشالله. انشالله محتاج دعایتون. و اما بینندگان ما یه هفته دیگه استاد به یک لفظ میگه کلاک کردن دیگه. بسیار خوب. ماندم که چی کنیم ما با این تقریبا 25-6 سوال. ولی خب پیشا پیش میگیم از ما خفه نشن عزیزان که مهربانی کردن و سوال رای کردن. اگر ما زمان برنامه زیق باشه خب یک تعداد از سوالات از محضر استاد محترم پرسان خواهیم کرد. و خب حق تقدم اینجا استاد با یه عزیز ماست که سوال ویسی روان کردن. بسیار خوب، در خدمتتون هستیم. بیننده محترمان به نمبر مثبت 98-937 4 نمبر آخر 79-36 میشنویم با همین صدای بیننده عزیزمانه. سلام علیکم. الان یک سوال دیگه داشتم راجع به همین جاهای کار میکنم، فصل میوه اینا از توت است دیگه، گیلاس است، معمولا به باغا کار میکنیم، به اینجا کار میکنیم و در رفت آمد اینا معمولا از اون میوه استفاده میکنیم، میخوریم. گفته میشود که میوه را اگر بخوریم در باغ یا در جای اگر چیزی همراه نبریم و اندازه خوردن اینا، میگن حلال است و بن تحت عنوان حق المار میگن یا چیز دیگه میگن. ما جایی که کار میکنیم صاحب کارهای ما اونجا باغ دارند و چی دارند، ما اونا ما حاضر نیستن بعضی وقتا، اونا معمولا اجازه هم نمیگیریم و از اونا میخوریم، معمولا همه میخورن دیگه، همه رو پرسیدن دیگه، اشکال دارن نداره. بسیار عالی، تشکر بکنیم از برادر عزیزمون که خیلی صادقانه سوالشون رو مطرح کردن و انشالله که میشنویم جواب. بسیار عالی. البته تعبیر به کار بردن، خب که تعبیر در فقه کاربرد داره و همین رقم که بیننده عزیز گفتن و بینندگان دیگه هم شاید شنیده باشن و کرات به گوششان خورده باشه، چیزی است به نام حق الماره. حق الماره. البته این شخص که میگه ما کار میکنیم اونجا، این قضیهش کاملا با کسای دیگه چی میکنه فرق میکنه. قضیه حق الماره ده اینا صدق نمیکنه. حق الماره او جایی است که مثلا بنده یا شما یا یک از بینندگان عزیز از یک جای عبور میکنیم و قصد ما رفتن از یک جا به یک جای دیگه است، حالا اتفاقا سر راه ما به یک باغ میرسیم، آیا ما میتونیم از میوه های از این باغ استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم؟ این حق الماره. اما این شخصی که در اونجا کار میکنه این بستگی داره به همون قراردادی که بین صاحب کار و کارگر است، که اگر گفته شما میتونین از میوه ها بخورین به شرطی که نبرین، که هستم می رقم ده بعضی جاها سیب چینی میرن، زردالو چینی میرن، گیلاس چینی میرن، در وقت برآمدن اینا رو تفتیش میکنه که یک وقت چیزی با خودشون نبره، اما خودشون صاحب باغ میگه که شما وقتی که مشغول کار هستین میتونین هر چی که
ببخشید. دوست دارین از این چه کنین؟ استفاده کنین. پس حق الماره در اینجا صدق نمیکنه. اما چون قضیه حق الماره را گفتن و خب فصلم فصل برداشت میوه است، باغات است، به هر حال ممکنه سوال خلق شود که ما یک جایی برای گردش یا تفریح یا چکر میریم، اتفاقا به یک باغی برخورد میکنیم، آیا ما میتونیم از این باغ برداریم یا نه بخوریم؟ اما رقم که بیننده ما اشاره کرد که گفتن مثلا خوردن جایز است بردنه. اما بردن جایز نیست. ما را با اجازهتان از رساله حضرت آیت الله العظمى سیستانی بارها خدمت دوستان اشاره کردیم که استفاده میکنیم و حکمش برای دوستان میگیم. در رساله جامعه که گفتیم بارها چهار جلد است، این قضیه در جلد دوم یعنی رساله جامعه حضرت آیت الله العظمى سیستانی در جلد دومش در مسئله 1417 ذکر شده، یعنی مسئله 1417 1417 حضرت آیت الله العظمى سیستانی با چهار شرط استفاده کردن از حق الماره را چی میدونه؟ جایز میدونه. میگه اگر انسان از کنار درخت یا زراعت، پس هم میتونه زراعت باشه هم میتونه درخت باشه، زراعت به این معنی که مثلا از پیش پالیز تیر میشه انسان، با چند شرط میتواند در همان مکان از میوه یا محصول چی کنه؟ استفاده کنه. پس یکی میگه در همان مکان، یعنی پس بردن دیگه جایز نیست، هرچند خوردن آن ضروری نباشد، یا از همان ابتدا به قصد خوردن میوه چی کرده باشه؟ حرکت کرده باشه و رفته باشه. شرط اول، یک، به باغ و زمین زراعتی و میوه ها آسیب نرسانه. یک. نکته دوم، بنابر احتیاط لازم باغ یا زراعت دیوار یا حصار یا مانند از اونها نداشته باشه. آره، یک جایی باشه که درخت باشه و هیچ حصار مثالی نباشه. دوم، بنابر احتیاط لازم گمان به نارضایتی صاحبش نداشته باشه. یک وقت من علم دارم 100% که صاحب باغ چیه؟ ناراض است و قطعا ما خورده نمیتونم. نوشته چیز مانده که استفاده نکنه. ولی حتی من گمان نباید داشته باشم که اگر گمان داشته باشم، گمان که از قطع پایین تر است دیگه، مثلا 50% 40% گمان دارم که صاحبش راضی نیست، بازم نمیتونم از این باغ چه کنم؟ استفاده کنم. نکته چهارم، بنابر احتیاط لازم مالک آن فرد محجور یا بچه نابالغ یا دیوانه نباشه. فرد محجور او کسیه که از تصرف در مال خودش توسط دادگاه یا به حکم شرع چی شده؟ منع شده. مثل یک کسی که ورشکست شده، شخص ورشکست شده، شرع مقدس ایر از تصرف در مالش چی میکنه؟ منع میکنه. چرا؟ چون میگه اون مال اموال طلبکارا نسبت به اون مال تعلق گرفته، لذا این قصد نمیتونه در مال خودش چی کنه؟ تصرف کنه. پس با این شرایط میتونه از حق الماره استفاده کنه. حالا برای شخصی که اونجا کار میکنه چیزی؟ یک نکته دیگر هم بگم، شایان ذکر است، انسان حق ندارد میوه یا محصول را با خود ببرد که در این صورت مقدار را که به همراه خود برده حرام است، ولی آنچه را خورده حلال. نکته دیگر میرم اضافه کنیم بهتر میشه، چون بحثم بعضی جاها هست مثلا شاخه های درخت نفر از حصار باغ آمده بیرون، تیر شده در طریق آمده بیرون. آمده در طریق آمده در آمده. آیا ما میتونیم اونا رو بچینیم؟ که بعضی وقتا از ما سوال میکنن، میگه علمی حق الماره یه؟ نه خیر، پس حق الماره مال کجایه؟ او جای یا باغ یا زراعتی که حصار نداشته باشه. حالا حضرت آیت الله العظمى سیستانی رقم میفرماید که درخت میوه‌ای که شاخه آن از دیوار باغ یا منزل بیرون آمده، اگر انسان نداند که صاحبش راضی است یا نه، نمیتواند، یعنی شک داشته باشه شما خورده نمیتونی، فقط باید یقین داشته باشه که طرف چیه؟ راضیه، نمیتواند از میوه آن بخورد. هرچند میوه در بیرون منزل یا باغ روی زمین حتی چی شده باشه؟ ریخته باشه. مگر که خدمت شما عرض کنم یک نشانه و قرینه‌ای باشه که ما بدونیم طرف به خوردنش چیه؟ راضیه. پس این شخصم که رابطش رابطه صاحبکار و کارگره، او بستگی داره به همون قراردادی که اونا چه رقم با هم دیگر چی میکنن؟ قرارداد میکنن. پس به این شخص اصلا حق الماره حساب نمیشه. نمیشه. خب پس از برادر بزرگوارمون از عنوان حق الماره که نمیتونن استفاده بکنن، ولی اگر این رقم هستن یا کسای اطرافشان هست که خب قطعا به همین سبکار میکنن و در باغهای هستن، خب شما امین اونها هستید دیگه. در باغ هم خب کم گذر کمتر هستی، شما هفته یک دفعه میرن اونجا، باید قطعا یک گفته شه و زیاد سخت نیست. بله، ما چقدر میتونیم از استفاده کنیم؟ استفاده کنیم. بعض وقتا خب از یک کارهای خیلی بزرگ پیشگیری میکنم.
خب ما زمان نداریم چون به زمان میان برنامه رسیدیم، سوال ولی زیاد داریم، ولی خب جا دارد که ما تبریک ویژه دیگه هم اعلام میکنیم خدمت بینندگان عزیز به روایت امروز سال و روز ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المومنین علیه الصلاه و السلام هم بوده و دیده میشه که در جای جای خب جوانان عزیزی که برنامه ریزی کردن مجلس هایشان که برپا میکنن در همچی روز بوده. انشالله که به حق دو بزرگوار این عزیزانی هم که مجلس میگیرن به خانه بخت میرن انشالله که خوشبخت شوند. خب میبینیم به اتفاق استاد و بینندگان عزیز سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همراه ما باشید. میرسد قصه به آنجا که علی دلتنگ است، می فروشد زرهی را که رفیق جنگ است. چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد، این یکاد از نفس فاطمه برتن دارد. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی، در خدمت استاد محترممون هستیم با برنامه احکام، برنامه با وقت بیداری و صورت پخش زنده. خب استاد محترم، خواهر بزرگواری چند سوال در مورد حادثه غدیر پرسان کردن که انشالله کم کم میریم به استقبالش، شاید 16 روز مانده و چقدر خوب که از الان عزیزان به فکر غدیر هستند و خب سوالاتشون پیش آمده. سوال اولشان است، نمبر شما مثبت 93-76، 4 نمبر آخر 77-35. آیا در روز غدیر زنان هم با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن یا نه؟ چگونه بوده این بیعت؟ ایره شما بفرمایید تا سوال بعدی رو پرسم. خدمت شما عرض کنم که خب ما پیشاپیش هم تبریک میگیم این ماه و انشاءالله فرارسیدن عید غدیره که خب عظیمترین و بزرگترین عید در بین مسلمانان است. همون رقم که زنان با وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بیعت میکردن، بعد از اینکه امیر مؤمنان علی علیه السلام از طرف پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به عنوان خلیفه و جانشین که قبل ها هم انتخاب شده بودم، خب آخرین بار پیامبر گرامی اسلام به صورت عمومی اعلام کرد که کارت محکم کاریم عیب نمیکنه. بنابراین وقتی که اعلان شد کلی آمدن و با حضرت علی علیه السلام بیعت کردن که حتی خب دستور خدا بله، حتی به اصطلاح گفتار خلیفه دوم هم معروف و مشهوره که بخن بخن اصبحت مولای کل مؤمنین و مؤمنه، به شدی گردیدی مولا و سرپرست هر مؤمن و مؤمنه. می آمدن بیعت میکردن، قطعا زنان بیعت میکردن. کیفیت بیعت زنان امو کیفیتی بوده که زنان با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بیعت میکردن به گونه ای که یک ظرف آبی را گذاشته بودن، از این طرف پیامبر دست خودش داخل آب درو میکرد و از اون طرف زنان. در جریان غدیره هم اتفاق افتاده، ظرفی گذاشته شده بوده، از این طرف مولا علی علیه السلام دست خود داخل آب فرو میکردن و از اون طرف هم زنان دستشان داخل آب فرو میکردن با وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان مولا و رهبر و جانشین پیامبر بیعت میکردن. بله بسیار عالی. یک جای بودم که از اساتید مجد سوال کرد، گفت آیا کل زنا همین رقم بیعت کردن یا نه؟ حد گفته شد که نه، دو تا خانم بودن که رقم دیگه دست دادن در امیر المومنین که وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت زهرا سلام الله علیها بودن. سوال دوم خواهر گرامی من است که آیا با پرداختن به مسئله غدیر
این پرداختن آیا باعث اختلاف بین مسلمان ها نمیشه؟ خدمتتون عرض کنم که اگر قرار باشه جناب حسینی، ما حوادثی که در صدر اسلام اتفاق افتاده یا حوادثی که بعد از پیامبر گرامی اسلام یا حوادثی که در زمان پیامبر گرامی اسلام اتفاق افتاده، اگر قرار باشه ما دنبال یک سری حوادث بریم و بگیم این حوادث به صورت متواتر به ما رسیده، متواتر یعنی رقم که عده بسیار زیادی را روایت کردن، به طوری که نمیتونیم بگیم اینا کلیشان نشسته دست به یکی کردن که بخواین ما را چی کنن؟ بله. گول بزنن، بخواین قضیه را برای ما یک طور دیگه چی کنن؟ وانمود کنن، چون در خبر واحد دو نفر سه نفر میتونه کنار هم دیگر بشینه و توطئه کنه، یک رقم خبری که یک دید نبوده برای ما بود کنه یا بوده را چکار کنه؟ نبود کنه. تواتر این جمع کثیری برخی از اتفاقات روایت کردن، از جمله اتفاقاتی که به صورت متواتر برای ما روایت شده حادثه غدیره. بنابراین پرداختن به یک حادثه ای که به صورت متواتر برای مسلمان ها رسیده، این باعث اختلاف نمیشه، بلکه باعث این میشه که مسلمانان در یک محور گرد همدیگر چی شوند؟ جمع شوند. خب ما خیلی از حوادث داریم، ما به او حوادث میپردازیم، اما او حوادث باعث اتفاق اختلاف نمیشه که چی باعث چی میشه؟ اتفاق میشه. اتفاقا ما روایت هم داریم که اگر مسلمانان بر محوریت عشق و علاقه علی علیه السلام و اولاد علی گرد هم بیان، بله، هیچ اختلافی پیش نمیاد. پس اختلاف از جاهای دیگه پیش میاد. بله. لذا ما باید به این قضیه بپردازیم و این بزرگ داشتم داشته باشیم و بقیه مسلمانان هم انشاءالله به این جرگه انشاءالله بپردازن که اختلاف وجود آمده کم کم انشاءالله حل شود. انشاءالله. بله، متاسفانه بعض وقت دیده میشه بعضی از تاریخ نگاران خب از سلیقه خودشان چیزای کم و زیاد میکنه. یک جای دیده میشد که یک تاریخ نگاری حتی در جزئیات زندگی پیامبر وارد شده بود. بله. پیامبر چند بز داشته، چند تا شیری بوده، چند تا ناشیر بوده. بله. بله. حتی نام مثلا اسبش چی بوده، نام قاطرش چی بوده، نام اولاغش چی بوده. بله. خب این واقعی بزرگ. بله. یک نکته میشه تذکر بدیم جناب حسینی و او ایست که درسته که ما اختلاف داریم، خود اهل سنت هم بین خودشان اختلاف داره، اختلاف عقیدتی تر، اختلاف مثلا تاریخی تر. آنچه که مهمه اینه که ما همدیگر به الفاظ بد و الفاظ زشت نباید بخوانیم، او چیزی که مهمه. ولی خب اختلافات ما میگیم، بله، اختلافات عقاید نباید باعث شود که خدا نکرده ما به جان همدیگر گفتیم و نزاکت ها از بین برود. او چیزی که مهمه حفظ نزاکت است. بله، اگر شرایطی باشه خب با تعقل با یک محوریت حق خب بحث صورت بگیره، و اگر نه خب همین که فرمودین هیچ کدام فایده ای نداره که ضررش زیادتر است. مثبت 92 308 0465 از پاکستان از ما تعداد کلیپی دعا خواسته بودن که اجابت شده، و برادر از من به نمبر مثبت 93 77 4 نمبر آخر 40 34 شان سوال کردن است که من از اول عمرم تا حال عشق خمس نداریم و سر سالم نداشتیم. خانه تا بود و حال وظیفه مجلس خدمتتون عرض کنم، در هر شهر دیاری که زندگی میکنه، چه کابل است، مزار است، هرات است، قندار است، هر جای دیگه، الحمدلله و المنه دفتر مراجع و او مرجعی که از ایشان تقلید داره به همون دفتر مراجعه کنه و وکیل مرجع، وکیل تام الاختیار مرجع با ایشان مصالحه میکنه، چون بنده خدا از اول عمر خودش هیچ خدمت تراز کنم که سر سال نداشته و خمس پرداخت نکرده، لذا بهترین راه ایست که به دفتر مرجع تقلید خودش مراجعه کنه و اونا قطعا با این مصالحه میکنن و انشالله سر سال برش تعیین میکنن، یک طوری هم باشه که فشار مضاعف به بنده خدا وارد نشود و از اون طرف وجوهات شرعی هم پرداخت کرده. بسیار عالی. خب انشالله امیر قدر که حال به این فکر افتاده یک قدم عملی هم برداشته، عملی هم برداشته شود. مثبت 93-74 چهار نمبر آخر 62-18 سوال کردن که آیا دختران زنان میتونن جلوی استاد نامحرمشان قرآن تلاوت کنن؟ خدمت شما و ای بیننده عزیز و سایر بینندگان باید عرض کنیم، اگر که تلاوت قرآن به صورت معمولی باشه، همین رقم ترتیلی که مرسوم است، ترتیل میخوانن یا تحقیق میخوانن، بلی هیچ اشکالی چیه نداره، میتونن خانم‌ها بخونن، همچنانی که در مقابل نامحرم استاد نامحرم میتونن درس پس بده و درس استاد نامحرم چی کنه؟ گوش کنه. خب تلاوت قرآن هم، تلاوت نه البته،
ترتیل خواندن به صورت عادی خواندن هیچ اشکال نداره، ولی اگر قضیه قرائت و اینجا تلاوت نمیشه کردن نازک کردن صدا باشه، مثل بخوام مثل عبدالواسط بخونم، مثل نعینع بخونم، مثل کسای دیگه بخونم، استاد پرهیزگار و چیزای دیگه بخونم که دست خود دیگه گوش خود بگیره، خب قطعا دیگه این جایز، یعنی مراجع ازام تقلیدی رو جایز نمیدونن. چرا؟ چون این صدا از حالت عادی خودش چی میشه؟ خارج میشه و وضعیت در میاد. در بین خود خواهران که اگر نه خواهر اگر استاد خواهر باشه او که پروا نداره، مرخم که مردها بین هم دیگر قرائت میکنن تلاوت میکنن نو مشکلی نداره. بله. سوال کردن بیننده محترمون به نمبر مثبت 9377 4 نمبر آخر 8096 که چرا در قرآن راجع به اتفاقاتی که در مورد اهل بیت علیهم السلام افتاده چیزی گفته نشده؟ خدمت ایشان عرض کنم که نه تنها چیزی گفته نشده، بلکه قرآن مملو است از اتفاقاتی که درباره اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هست که ما چون برنامه اجازه نمیده که به همه از اونا پرداخته شود. دو مورد سه مورد شما خدمت ایشان، البته به اسم نیامده، بلی این هیچ کسی نگفته که بله مثلا در قرآن آمده باشه، امام علی گفته باشه، حضرت فاطمه زهرا گفته باشه، کسای دیگه باشه، ولی درباره حوادثی که درباره خود اهل بیت است بکرات. یکی از مهمترین حوادث شمی است که نزول آیه تطهیر که ما در حدیث شریف کسا هم ایرچه میخوانیم که خدای تبارک و تعالی در اونجا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که فقط در شأن 5 تن آل ابا اتفاق افتاده، وجود ناظرین پیامبر گرامی اسلام در راس امیر مؤمنان علی علیه السلام، صدیقه طاهره سلام الله علیها و حسنین علیه السلام. پس این یک واقعی بوده، یک اتفاق افتاده که به اتفاق همه هم قبول، بله و همه قبول داره، شیعه و سنی و مباهله، بله و مباهله، اونجایی که پیامبر گرامی اسلام مباهله کرد با یهودی با مسیحیان نجران، باز در اونجا اهل بیت حضور داره، یعنی حسنین هست، صدیقه طاهره سلام الله علیها، اشاره شده دیگه ابنا انو نسانا، بله همین اشاره شده و جاهای دیگه انما نطعمکم لوجه الله نار رید منکم و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که باز داستان داره و روزه گرفتن و شب اول میخواستن افطار کنن که فقیر آمد، اسیر آمد و گرفتار آمد و اینا پرداخت شد. این در سوره دهر یا سوره انسان هست. و جای دیگه که حضرت علی علیه السلام در بستر رسول خدا خوابید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله الا ماشاءالله، اینا تمام درباره شأن اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین یا بعضی وقتا شخص خود امیرالمومنین علی علیه السلام نازل شده، که باز او آیه ای که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که درباره خود وجود نازل حضرت علی علیه السلام نازل شده و الی ما شاء الله فقط به نام نیامده. بله گفت اسلام به جز حب علی پایه ندارد، قرآن به جز حب علی آیه ندارد، گفتم که روم سایه لطفش بنشینم، دیدم که علی نور بود سایه ندارد. تو که استاد محترم اشارات فرمودن، خب می طلبه که انسان کمی بیشتر خب اهل تحقیق باشه، قطعا جای جایی از قرآن زیاد و کرات آمده و مورد اتفاق فرقین هم هست که قطعا در مورد اهل بیت علیهم السلام آیات زیادی نازل شده. خب سوال کردن بیننده محترمان مثبت 9373 4 نمبر خط 3332 کفر بودن در ازدواج به چه معناست؟ لطفاً توضیح دهید. توضیح استاد از شما خواسته، چرا که گفته که برای من از اقوام دیگر خواستگار میآید، خواهر محترمان از اقوام دیگر خواستگار میآید، اما پدرشان میگه که از اقوام خودمان نیست و هم کفر ما نیست. اینه به خواهر محترمان توضیح بده. کفر به معنای هم تراس، هم سنگ، هم پایه، یعنی به طوری که خدمت شما یکی بر دیگری برتری نداشته باشه. یک مثال بزنم، ما قبلا که مثلا چارپای بوده، وقتی که سر چارپای بار میکردن، طوری بار تقسیم میکرده که دو طرف بار چی باید باشه؟ هم سنگ باشه، هم تراز باشه، هم وزن باشه. که اگر یک طرفش سنگین تر میبود، یک طرف دیگه سبکتر میبود، این بار به منزل نمیرسه، چپه میشود. در ازدواج هم رقمه، یعنی یک شخص این طرف اگر زن باشه، این طرف مرد باشه، باید هم تراز باشه، هم سنگ باشه. در وهله اول جناب سیدی صاحب، در وهله اول هم ترازی و هم سنگی در دین است، یعنی دو نفری که میخواد با هم دیگر ازدواج کنه باید از نظر دینی یکی باشه و از نظر مذهبی یکی باشه.
حالا این در وهله اوله. پس اولین ملاک دینه، دین اعتقادات، اولین ملاک ایمانه، اولین ملاک بعدش خوش اخلاقیه، نمیدونم شراب خور نبودن، دوز نبودن، بله، و چیزهای دیگر نداشتن اینا. بنابراین هیچ جایی نگفته که اینی از این قوم باشه و حتما باید چی از این قوم باشه. هیچ کدام از اینا قومیت لحاظ نشده. البته خب بعدها الان هم میگن که مثلا خب از نظر فرهنگی هم باید اینا همتراز باشه. اگر همتراز هم نباشه تقریبا همسو باشه. چرا؟ چون بعدا مشکلات و گرفتاری ها پیش میه. مثلا یکی از یک فرهنگ، یکی از یک فرهنگ دیگه، درست دینشان یکی، مذهبشان یکی، ولی در دو فرهنگ رشد کردن و بزرگ شدن، ممکنه بعدا اینا دچار اختلاف شون. از نظر سواد تقریبا باید همپایه باشن. او مخصوصا اگه جای خانم سطح سوادش بیشتر باشه، بگه من دکترا دارم، او مثلا شوهرش بنده خدا دیپلم هم به زور گرفته باشه، خب این ممکنه دچار چی باشه؟ مشکلات شده. از نظر اقتصادی جناب حسینی باید تقریبا اینا چی باشه؟ همتراز باشه، یکی بچه گدایگر نباشه، یکی دیگه خدمت شما کنه، بچه چی؟ ثروتمند باشه. البته در وهله اول فقط ایمان شرطه، چیز دیگری شرط نیست. نه اکرمکم عند الله اتقاکم. بسیار تشکر میکنم استاد محترم، انشاءالله که بیننده از من به جوابشون رسیده باشن. میریم به اتاق فرمان، بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان با قسمت انتهای برنامه خواهیم بود. ابو صالح، ابو صالح، یا ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، یا ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، یا ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، یا ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، یا ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، یا ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، ابو صالح، صلی الله علیک یا ابو صالح المهدی. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی، با قسمت آخر برنامه امشبمان در خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر استاد گرامیمان. مثبت 93-77، 4 نمبر آخر 18-80. سوال کردن مالی که از پول خمس داده شده خریده شده، آیا سال بعد هم به آن خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ البته سوالش کمی باید تفکری شوی. اینه مثلا ما مثلا پیسه دارم، این پیسه ما مخمسه به اصطلاح، میگن خمس از این پیسه دادم، بله، بعد یک مالی میخریم، مال از پولی که پولیش هم پول مخمسه دادم، بله، حال سال دیگه میشه سر سالم، این سال کتیر شد، سال دیگه این مال هنوز پیش من هست، آیا باز دوباره از این مال باید خمس پرداخت کنیم یا پرداخت نکنیم؟ اگر مال همچنان لازم شما یا و افزایش قیمت نداشته، مال پارسال مثلا 200 هزار افغانی میارزیده، این سال مثلا 200 هزار افغانی بیشتر نمیارزه و شما لازم هم داری رو مال، این همچنان مثلا لازمه، مثلا یک موتورسیکل داری، یک چیز دیگه داری، این خمس چیزی لازم نیست. چرا؟ چون یک دفعه خمس شما چیکار کردی؟ پرداخت کردی، یعنی از مالی، از پولی خریدی که پول خمسش داده بودی. ولی اگر مال رشد کرده، ترقی کرده، افزایش قیمت پیدا کرده، فقط نسبت به افزایش قیمتش ما خمس باید چی کنیم؟ پرداخت کنیم. مثلا مال پارسال 202 لک افغانی بوده، ولی امسال 2.5 لک افغانیه، 2 لکش خمس لازم نداره، اما اون 2.5 لک 50,000ش باید ما خمسش چی کنیم؟ پرداخت کنیم. بسیار او جاهایی که دیگه نوسانات کمی زیاد باشه سخت میشه، بله، دیگه قیمتا. بسیار عالی. مثبت 93-74-12، سوال کردن اگر انسان قرضدار باشد آیا خمس به اموال و دارایی هایش تعلق میگیره یا نه؟ جناب حسینی بزرگوار و بینندگان عزیز باید توجه داشته باشند. این حالی من مثلا سر سال آمد، سر سال داشتم، از این طرف من قرض دارم هستم، یعنی یک مقداری باید پول پس بدیم، از این طرف یک مقداری پول ملان دارم که اگر این پولا رو ما بخوایم در قرض داری ندم، باید اینا رو خمسش چی کنم؟ جدا کنم. اینا دو حالت داره، یک حالتش است که انیمیالی وقت قرض ما فرا رسیده، خب قرضدار از من پول طلب میکنه و من مجبور هستم پول و قرضدار خودم چی
بتوم. خب وقتی پول قرضدار دادم، آنچه که باقی ماندهش مانده یا باقی میمانه اصلا یا اصلا باقی نمیمونه. او چیزی که باقی مانده من خمس شه میدم. اگر یک وقت ما دادم در قرضداری کلی که هیچی نماند، خب چیزی به گردن ما نیست. نه، یک وقت دیگه هست قرضداری معجله، یعنی مهلت داره، فعلا از شما چیزی نمیخوای. مثلا ماری 5 ماه 6 ماه 10 ماه دیگه از شما میخوای، خب نه دیگه، او دادنش واجب نیست، قرض دادنش یعنی دادن از او بدهی واجب نیست. بنابراین در اینجا باید انسان خمس مال خودش را پرداخت کنه. بسیار عالی. و اما سوالی که بیننده محترم من روان کردن مثبت 93-78 شان نمبر آخر 32-12 سوال کردن که آیا زنان بدون اجازه مادر شوهر میتونن از خانه خارج شوند یا نه؟ فقط و فقط در یک فرض خدای تبارک و تعالی اجازه را برای زنان فرض کرده و واجب کرده که باید اجازه بگیرن و او اجازه گرفتن از شوهره. بنابراین دیگه اجازه گرفتن از مادر شوهر و پدر شوهر و کلان و کسای دیگه هیچ چیزی واجب و لازم نیست، فقط اجازه شوهر لازمه. البته باز بستگی به شرایط خانوادگی فرهنگ ها داره. بله، کلیتش، کلیتش اجازه شوهر واجب است، اجازه کسی دیگه واجب نیست. یک وقتی شما تجویز نکنید نه نه این برداشت شوه که خب دیگه آجاقام که گفتن دیگه اجازه نیست دیگه. نه نه، فقط او در شرایط خاص اجازه شوهر فقط لازم است، اجازه کسی دیگه لازم نیست. و اما مثبت 93-77 بیننده محترمان 59-24 سوال کردن که آیا میتوان بدون اجازه مجتهد یا وکیل، وکیل او مجتهد در منطقه نماز جمعه برپا کرد؟ برخی از مراجع میگن که نماز جمعه در عصر غیبت که ما در عصر واقع هستیم میگه که باید به اجازه نائب مجتهد یا مجتهد یا نائب مجتهد باشه، ولی حضرت آیت الله العظمى سیستانی شرایطی فرمودن که هیچ کدام از او شرایط اجازه گرفتن از مجتهد یا نائب مجتهد برای اقامه نماز جمعه نیست. بنابراین اگر سایر شرایط فراهم باشه، تعداد افراد نمیدونه، فاصله یک فرسخ بین دو تا نماز، اینا اگر فراهم باشه، خب طرف میتونه نماز جماعت نماز جمعه را برپا کنه. بسیار عالی. تازه ما رسیدیم به سوال 12 استاد. حالا من زیاد وقت نگیرم، حتی رنگ و رنگ سوالا داریم دیگه، از هر موضوعی هست. مثبت 93-74-51-92 سوال کردن که در عالمی پس از مرگ، در بهشت و جهنم، آیا ما با همین جسم و روحمان هستیم یا کدام جسم دیگری؟ ما وقتی که از دنیا میریم جناب حسینی صاحب بزرگوار و بیننده عزیز، روح وقتی که از بدن ما مفارقت میکنه، جدا میشه، خب میگن که در عالم برزخ، که برزخ حائل است بین دنیا و آخرت. در عالم برزخ میگه روح ما وارد یک بدن مثالی میشه، یک بدن مثالی که نه مثل این بدنی که الان ما فعلا در قید حیات، مثل از این بدن واری نیست، بسیار از خاصیت های از این بدن نداره، ولی یک بدنی، بدن مثالی. اما بعد از اینکه در سور دمیده شد و اذا نفخ فی السور شد، اذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، که همه از قبرها آمدن بیرون، خدای تبارک و تعالی این روحی که در این بدن مثالی بوده داخل میکنه دوباره در این بدن موجودی که ما مردیم زمان مردن، یعنی بدن، این بدن خاکی. بنابراین بهشت و جهنم و نعمتهای بهشتی و عذابهای جهنمی همه متحمل این ازمی بدن خاکی ما میشه. بله. بله، که آیات قرآن هم ما داریم که میگه اینقدر وقتی که عذاب زیاد میشه، این بدن یا این پوست کلا میشاره و تعبیره میسوزه، خدای تبارک و تعالی دوباره او میرویانه، باز میبتره عذاب و نعمت های الهی و عذاب های الهی در اینمی بدن و اینمی روح ها. روح که همون روح ها، یک روح هست. بله. بدن اینمی بدنی که خاکی که همراه ما در دنیا هست. بسیار عالی. و اما مثبت 98-992-92-61-4 نمبر آخرشان سوال پرسان کردن که چون جنبه خصوصی داشته، خب خصوصیشان جواب داده شده. مثبت 98-902-4 نمبر آخر 68-26 بیمار دارن، ایشان التماس دعا دارن. اللهم ان شاء الله که خداوند به حق روزهای با برکت بیمار، همه بیماران اسلام شفای عاجل عنایت بفهمه، به خصوص بیمار منظور ره. و مثبت 93-76-14-61 سوال کردن که بعد از اینکه قرآن برای مسجد وقف شده، آیا میشه که این قرآن به بیرون از مسجد برده شو یا نه؟ این نکته هم برمیگرده به نیت واقف، نوع وقف و نحو وقفی که انجام داده. شما در جریان رسیدید پشت قرآن ها در یک صفحه سفید نوشته میکنه که بنده
فلانی ولد فلانی ای یک جزء امرای 30 جزء دیگه یا ای را امرای 59 تا دیگه یا ای 100 مثلا 19 تا را امرای 100 ای یک را امرای 119 تا دیگه که 120 پاره باشه حزبه 120 قسمتی باشه وقف کردم که در مجالس مؤمنین و مؤمنات استفاده شوه و مدت 3 روزم بیشتر از مسجد خارج نکنه اینی رقمه ولی یکی وقف میکنه که من قرآن وقف کردم برای مسجد که فقط و فقط در چی خوانده شوه در داخل مسجد خواهد بنابراین بردنش جایز نیست پس با همون شیوه وقف نامه ما باید چی کنیم رفتار کنیم اگر گفتن میتونی 3 روز یا 4 روز یا 2 روز یا 1 روز ببری بیرون خب میتونی ببریم اگر گفتن نه داخل مسجد و حسینیه باشه فقط باید داخل مسجد و حسینیه باشه هر کیفیتی که واقف مد نظرشه باید همون رقم رفتار شوه قاعده کلی پس ما نداریم و مثبت 93 77 70 41 پرسان کردن که لطفاً علامت های قطعی ظهور امام زمان علیه السلام را ذکر بفرمایید. خب با علامت های ظهور زیاد است که برخی ها میگن علامت های قطعی و برخی ها میگن علامت هایی که احتمال داره. این احتمال زیاد داره که علامت ها اتفاق بیفته. ظاهرا 5 علامت گفتن که علامت قطعی ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. یک از اونها میگه صیحه آسمانی، یعنی یک صدای از آسمان بالا میشه که شرق تا غرب عالم همه به هر لسان و هر زبانی که تکلم میکنه این صیحه و صدا را چیه میشنوه که ظاهرا صدای جبرئیل است یا یک از فرشتگان است این اولین علامت است و صدای توپ و تیاره و نمیدونم بمب اتمی گپانی صدای جبرئیل ظاهرا یک از فرشتگانه که همه میشنوه حالا ظاهرا با عربی هم صحبت میکنه دوم خروج سفیانی سفیانی یک انسان سنگ دل یک انسان منافق و یک انسان بدکاره که کارش قتل و غارت و تجاوز و بیدادگری و ظلمه خب این خارج میشه دومین علامت سومین علامت شخصی به نام یمانیه که شخص قبل از ظهور حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه الشریف این خارج میشه و یکی دیگه هم میگن که قتل نفس زکیه یک انسان زکی و پاکی حالا معروف و مشهوره که حالا کی هست که ما دیگه نمیتونیم وارد شویم که کیه ولد فکیه چطور است میگن قتل نفس زکیه یکی از علائم حتمی ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است و آخرین موردش میگه که خسف بیدا خسف بیدا یعنی فرو رفتن سرزمین بیدا بیدا سرزمینی است بین مکه و مدینه که اتفاقا میگه لشکریان همین سفیانی که قصد رفتن به جنگ امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستن در بیدا و در او سرزمین زمین فرو میره یعنی لشکریان کلیش با در زمین فرو میرن که مثل خسفی که برای قارون اتفاق افتاد که قارون با کل مال و ثروت و دارایی خودش زمین او را بلعید و فرو برد بسیار عالی تشکر میکنم استاد محترم و همچنین از همه شما عزیزانی که مهربانی کردید و سوالاتتان را رای کردین و همراه برنامه خودتان بودید بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد دعا کبوتر عشق از بال و پر دارد بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا ز پشت پرده غیبت به ما نظر دارد اللهم عجل ولی کل فرج تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم خدایا را نگه دارتن